خب دوست عزیز، ادامه برنامه است و بخش حال شما مهمان ما آقای دکتر اسحاق جواد هستن، متخصص اکوکاردیوگرافی یا معاینات تلویزیونی قلب. در رابطه با چکاپ عمومی امروز صحبت میکنیم. اگر شما هم کدام سوال خاصی دارین، شما تماس 86-56 در خدمتتان قرار دارم. میتونید سوالاتتان را به شکل پیام با ما بفرستین، ما حتما با دکتر سب در جریان میگذاریم و سوالات شما هم در جریان برنامه به شکل زیرنویس نشر میشه. سلام علیکم، صبحتان بخیر. من هم سلام گرم دارم خدمت تمام مردم عزیز و شرفتمند افغانستان. سلامت باشین دکتر سیب، خوش آمدین. خب موضوع امروز خیلی موضوع حیاتی هست و نظر من، چرا که یک شخص میتونه سالانه با چکاپ عمومی خیلی از مشکلاتی را که خودش درک نکرده بوده یا نمیفهمیده او را کشف بکنه، بالاخره در بدنش اتفاقاتی که میفته از او آگاهی پیدا بکنه. چه خوب است در ابتدا یک تعریف از خود چکاپ عمومی داشته باشین، یا اینکه هدف چکاپ عمومی چی است؟ بسیار خوب، من میخواستم یک نکته بسیار مهم را خدمت مردم از افغانستان بگویم که با آنکه جای بسیار خوشبختی هست که امروز مردم فرهنگ چکاپ آموختن و میفهمند که ما باید امراض پیش از او که پیشرفت بکنه و به امراض تبدیل شد که تداویش بسیار سخت و دشوار شد و میتونیم در مراحل مقدم تشخیص بکنیم، اما متاسفانه باید هم بگویم که گاهی وقتا از چکاپ هم در بعضی از جاها، البته در افغانستان نه تنها، در تمام دنیا سوء استفاده های صورت میگیره. در کشورهایی که اونا معمولا سیستم صحی توسط پول از او، پول افراد توسط شرکت های بیمه پرداخته میشه، یه سری قواعد بسیار سختگیرانه وجود داره، به خاطر از اینکه پول چکاپ یک فرد شرکت های بیمه میتن، اونا دکتر باید در برابر هر معاینه که میته به اونا پاسخگو باشه. از اون خاطر است که میگن، یک مثال براتون بگم، این روزا اکثر مردم عادت کردن میگن که رفتیم چربی خون خود معلوم کردیم، کلسترول تریگلیسیرید خود چک کردیم، حالا می چکاپ چی رقم باید باشه؟ من یک مثال براتون میگم، مثلا در کشورهای اروپایی که قواعد سختگیرانه وجود داره به خاطر از اینکه پولها هدر نره، یک فردی که فاکتورهای خطر پیشش موجود نباشه، فاکتورهای خطر امراض قلبی و عصبی به این معنا که فشار بلند نداشته باشه، دیابت نداشته باشه، در فامیلش ارثیت امراض قلبی و عصبی نباشه و وزنش بسیار زیاد نباشه، اینم یک فرد عادی میخواد که بفهمه که ما چربی خونم چطور یک وضعیت داره. اینمی آدم تنها و تنها هر 4 تا 6 سال فقط یک بار چربی خون خود چک میکنه. اینان شما ایره چک مقایسه بکنین با بعضی جاهایی که حتی بدبختانه هر 2 ماه، هر 3 ماه، هر 5 ماه یک بار برای یک آدمی که هیچ فاکتور خطر نداره چربی خونش چک میشه. از او خاطر است که چون اونجا پول کمپنی ها میپردازن، هر دکتر هر معاینه که میته باید در برابرش پاسخگو باشه، ولی متاسفانه در کشور ما چنین وضعیت گاهی وقتا وجود نداره و تنها و تنها یگانه نیروی بازدارنده که وادار میکنه کارمند صحی را که بار بار برای مریض معاینات بیجا، معاینات به خاطر چکاپ نته، اونمو تعهدش نسبت به طبابت و همو حس ملی که داره و همو که از درد مردم خود با خبر هست، اینمی او را وادار میکنه دیگه در قصد هیچ نوع بازجویی از وجود نداره. آگاهی خود شخص چقدر مهم است؟ بله، نکته که بسیار بسیار کمک میکنه ای است که هر قدر که سطح آگاهی مردم بلند بره، به همو اندازه مردم میتونن که به اصطلاح معاینات چکاپ خود دقیق تر و موثرتر انجام بدن. ما به خاطر از اینکه پای تلویزیون شما همه کسای شیشته هستن که بسیارشان کارمندای صحی نیستن، فامیلشان دکتر نیسته و شاید که اصلا بی سواد باشن، به خاطر از اینکه این مثال برشان خوب واضح شه و ما میخوایم که برشان یک کمه که با مثال ساده ای را واضح بسازم. شما فکر بکنین 3 تا زنی هستن، 3 تا خانمی هستن که اینا از 40 سال بالاتر هستنشان. فکر کنید 3 تا زن 45 ساله رو در نظر بگیرین. اینا کسایی هستن با اقتصاد بسیار ضعیف و اینا پسنداز کردن 1000 افغانی برای خود پسنداز کردن. آل میخواین بر اولین بار امی 1000 افغانی خود برای چکاپ خود مصرف کنن. میاین پیش دکتر معالج. اولیش وقتی که دکتر امراض شروع میکنه، بحثه، خب چی داشت، چی مشکل داری، چطور از در گذشته ها چیگه بوده، دکتر برای دکتر میگه، میگه دکتر سیب، من مادرم سرطان سینه داشت و یکی از همشیره های ما هم سرطان سینه داشت که از خاطر از او حتی فوت کرد. حالا من فقط 1000 افغانی دارم، من چی بکنم؟ دکتر برای همین خانم 45 ساله با 1000 افغانیش معاینه ماموگرافی رو پیشنهاد میکنه که سینه ها ارزیابی شده که اگر کدام توموری آغازش یا نخستین نشانه هایش هست، امیال جلوش گرفته شده که حیات از این خانم حفظ بمانه. این خانم میره
خانم دومی میایه. خانم دومی یه خانمی هست که باز هم 45 سال از وزن زیاد داره. وقتی با او صحبت میشه میگه که دکتر در فامیل ما مریض شکر بسیار زیاد است. مثلا پدرجان ما شکر داشته و آل ما هم هیچ وقت چک نکردم خدا. امروز آل 1000 افغانی ذخیره کردم میخوام ببینم کمی 1000 ما چیکنم. برازی دکتر میگه تو با می 1000 برو ماینی شکر و چربی خون خدا چک بکن و پس نتیجه بیار. ایا میره خانم سومی میگه. خانم سومی میگه که دکتر مدت است که وقت غذا میخوریم کم که بند میشه و کم که وزنم باختیم و در فامیل ما سرطان میری هم زیاد بوده. پس دکتر ای یک هزار از این خانم میگه که تو برو یک ماینی اندسکوپی بکن. پس ببینین قضاوت ها ای البته من 3 تا مثال گفتم به همو اندازه تعدد امراض زیاد هست. پس ببینین چکاپ یک موضوع بسیار بسیار تخصصی هست که از مریض تا مریض دیگه فرق میکنه. شما اینمی 3 خانم را که من به عنوان سمبول ها یا مثال ها بر شما گفتم اگر اینا رو در نظر بگیرین با اون خانمی که او به اصطلاح تاریخچه فامیلی سرطان سینه داره شما 1000 رو پشه برای معاینات چربی خون مصرف بکنین برای چی کمک کردین؟ برای کمک نکردین 1000 هم او را ضربه زدین و هیچ دستاوردی هم نداشته. و اینجا است که ما میگیم که بحث چکاپ یک بحث نهایت تخصصی هست و خصوص در کشورهای مثل افغانستان که بحرانهای جنگ پشت سر گذاشته مردم اقتصاد سر خراب دارن. شما باید به عنوان کارمند صحی پولی را که از مریض و او هم از جیب خود میپردازه باید آنقدر دقیق مصرف بکنین که با اندک مصارف شما بالاخره یک دستاورد داشته باشین. در غیر از او یک فاجعه بسیار بزرگ هست. بسیار خب از صحبت های شما طوری که من درک کردم دکتر صاحب یعنی قبل از اینکه یک بیمار باید چکاپ شود در ابتدا باید با او یک بحث و گفتگو صورت بگیره که بفهمن منشأ بیماری از این یا مشکل از این میتونه کدام قسمت از بدنش باشه یا کدام عضو از بدنش باشه تا اینکه معاینات را نظر به همو برش پیشنهاد بکنن به همین شکل است. و اگر یک شخص علاقمند به این باشه که چکاپ عمومی شوه آیا او هم باید صحبت های داشته باشه با دکتر یا چکاپ عمومی به کدام مقاصد بیشتر برای مریضا توصیه میشه؟ دقیقاً ببینین مجاز جان چیزی که بسیار مهم است که یک نفر بسیار پولدار هست اختیار پولای خود داره هر چی میخوای مصرف میکنه. متوجه شدین؟ به اون صورت مثلا یک نفر میگه من خوشم میایه امی هر دو ماه به دو ماه خودت چک میکنم. این هیچ کسی در هیچ قانون دنیا نمیتونه مانع شوه. به خاطر پول شخصیش هست هر کاری که میکنه بکنه. او میره حتی شما میبینین بسیاری از سفرهای افغانستان مردم از افغانستان البته طبقه پولدارش به بیرون از افغانستان جهت چکاپ برای مقاصد بی معنی هست که میرن پولای خود مصرف میکنن بعد با یک بندل از معاینات میایین و کاکا کاکا میگن رفتم خودت چک کردم بسیار کار خوبم کردن هیچ کسی دعوا نداره. اما فاجعه در جایی هست بین کسایی که اقتصاد ضعیف دارن و اینا نمیفهمن که این پول ناچیزی که به اختیار دارن همین را به کجا ما بتونیم دقیقاً مصرف کنیم. ببینین امروز شما خوشبختانه با آمدن تکنولوژی های مختلف در افغانستان و رشد مراکز صحی خصوصی در افغانستان یک کلینیک بسیار ساده قادر هست برای یک نفر هزارها دلار هم به عنوان چکاپ مصرف بکنه چرا که معاینات متعددی داره. شما میرین میگین من چک میکنم از همش یک یک معاینات میده. پس ببینین ما دو چیز داریم. یکی اون چیز که مثلا انجمنهای استاندارد جهانی پیشنهاد میکنن یکی اون چیزی است که ما به عنوان علنوی همون روشهایی را برای خود داریم. به طور مثال اگر مبنایی باشه که شما به یک کلینیک میرین میگن میخوام چکاپ بکنم این کلینیک اینی معاینات داره 5 شماره معاینات داره این همی معاینات بر شما به عنوان چکاپ انجام میده میرین از سرک تیر میشین دو طرف یک کلینیک دیگه است بازی 5 معاینه را نداره 5 تا دستگاه دیگه داره با چکاپ ازی شامل ازی میشه باز میرین به جای دیگه. پس بنان مبنا این نیست که شما در کلینیکتان کدام معاینات به اختیار خود دارین که برای مریض انجام بدین به عنوان چکاپ. مبنایی است که مریض به چی نیاز داره به عنوان چکاپ. و این نکاتی است که بسیار خوب است که قبل از اجرای چکاپ در کشورهای بحران زده مثل افغانستان که اقتصاد مردم خراب هست دکترای معالج باید دلسوزی خاص برای مریض معاینات توصیه بکنن که پول مریض هدر نره. و از سوی دیگه شما امروز میفهمین که در کشورهایی که بحران ها و استرس ها از هر نگاه سر افراد زیاد است شما میفهمین در کشوری که هر لحظه خطر جنگ انفجار مشکلات اقتصادی دیگه وجود داره مردم زیر فشار روانی هستند. اگر شما برشان میگین که آب چربی خون تام بسیار بالا رفته شما یک استرس مازاد برای ایجاد کردین که ای بر علاوه که هر ما به ما ای تمام روز به فکر همی است که چربی خون مرا از درون چی خواد کرد. متوجه شدین؟ و حتی شما مریضایی را دارین که هرچی برشان میگیم که
مادر عزیزم یا خوار گلم یا برادر گلم، شما نیاز به معاینات ندارید. میگه دکتر صاحب یک معاینات نمیشه نشته کنین؟ چرا؟ به خاطر که ما برای تو تلقین کردیم که این معاینات بسیار مهم است، اگر اجرا نکنی برات آسیب میزنه. و حتی بر علاوه که ما کمکی برای مریض نکردیم، از نظر روانی مریض زیر فشار قرار دادیم که فکر میکنه که اگر من این معاینات نکنم من از بین میرم. بسیار خوب دکتر صاحب، یعنی تاکید شما بیشتر بر روی آگاهی عامه است، یعنی مردمایی که آقدر دانش طبی ندارن، یعنی همگی خود دکتر نیستن که دانش طبی بالای برخوردار باشن و بفهمن که وقتی که میرن خواهش بایی بکنن که دکتر صاحب مثلا کدام قسمت از بدنم مشکل داره یا باید این قسمت از بدنم چکاپ شوه و غیره و غیره. خب میشه پیامتان را به مردم بگیم که بالاخره مردم آگاهیشان تا چه حد و اندازه باید بلند باشه تا اینکه حداقل بتونن در تشخیص بیماری خود یک کمکی به خود بکنن، تا اینکه همونطور که شما گفتین بعضی اوقات مثلا اگر مشکل از چربی خون باشه یک معاینه دیگه ای برش توصیه نشه، یک چکاپ دیگه ای برش توصیه نشه. خیلی خوب است که خودشان هم بفهمند که معاینات بیجا برشان داده نشه تا اینکه سبب هدر رفتن پولشان هم نشه، سبب هدر رفتن وقتشان هم نشه و زودتر بتونن بیماریشان تشخیص شه. بله بله، نکته بسیار مهمی را اشاره میکنین. ما همیشه تاکید داشتم روی بلند رفتن سطح آگاهی مردم از افغانستان، و حتی این آگاهی نیاز نیست که آگاهی بسیار تخصصی باشه. یک مریض بسیار سادگی میتونه که از دکترش بپرسه که دکتر سیبی معاینات به خاطر چی هست، وقتی که دادین ما وقتی نتیجهش به چی رو میخواین ارزیابی بکنین. بعد یک دکتر لایق و با دانش بسیار به خوبی به مریض خود توضیحات میده، هم مریض از این لذت میبره و هم دکتر خوشحال میشه که از چی دانش ما برخوردار هستم که برای مریض آگاهی میدم. و بعد از او وقتی مریض مثلا هر ماه یک که معاینه خونش چک میشه، میتونه مریض بپرسه که دکتر صاحب آیا به نظر شما همین معاینات لازم بود که هر ماه انجام بدم؟ متوجه شین؟ به خاطر از اینکه من مطمئن هستم با این سوال ها و با این دیالوگ هایی که با دکتران معالج و یا کارمندان صحی انجام میتن، همزمان با او میتونه خود مریض تفکیک بکنه که در کجا صادقانه با ما برخورد شده و در کجا نشده. و این قوانین است در همه کشورهای جهان که شما این حق مریض داره که با دکتر خود صحبت بکنه و در مورد مرض خود و معایناتی که برش توصیه میشه اینا معلومات بگیره. مثلا شما گاهی وقت میبینین بعض معاینات بسیار ساده هست، به طور مثال بخشی که کار ما هست، شما به خاطر از اینکه معاینات اولتراساند به خاطر سنگای گرده میکنین، خب آیا این پیش کی انجام شده؟ خب یک کسی هست که در فامیلشان دو سه نفرشان سنگ گرده داره، اگر یک نفر دیگه شان ولو که هیچ شکایتی هم نداره میایه معاینات اولتراساند میکنه به خاطر سنگای گرده، خب کار خوبی کرده به خاطر از اینکه حداقل اگر سنگا در مراحل مقدم تشخیص میشن تداعیشون بسیار ساده تر هسته، با اینکه اینمی فامیل تاریخچه فامیلی سنگای گرده را دارن. و بیایی که یک مریض دیگه برعکس مثلا درد داره که پیش کلینیکا میره. یک نکته را هم نباید از یاد ببریم که این قضیه فرق میکنه تا اون مریضایی که بستری میشن. شما یک مریض را که واقعا مریض از به شفاخانه بستر میشه، شاید اتو شوه که در طول دو ماه دو سه بار برای اون معاینات توصیه شه، او فرق میکنه. اما ای که ما شما به عنوان یک فرد عادی جامعه میگیم خب والا ما از صحت خود با خبر نیستیم، بریم که خیبرن چک بکنیم، این مورد بسیار با ارزش است. بله، یا تشویشی دارن، یا ای که به طور مثال یک کسی هست به طور مثال دفعتا برادر جوانش افتیده و عملی قلبی آمده سرش و فوت کرده، با وجود که برادر دیگه سالم هم هست، اما ای که یک برادر جوانش دفعتن بدون هیچ علت عملی قلبی آمد و فوت کرد، این میره به طرف معاینات اسکرینینگ یا چکاپ که علت مرگ برادرم قلبی بوده. پس باید آیا ما هم به عنوان از اینکه ارثیت شاید در این موضوع موجود باشه، ما هم چنین مشکل دارم، میره معاینات متعدد قلبی انجام میده، شاید گراف بگیره، شاید ایکوکاردیوگرافی بکنه، شاید تا اینکه دلجنگ شه که این نقی سر نداره. یا ای که بعضی وقتا شما میفهمین که بعضی سرطان ها در بعضی فامیل ها بسیار عمومی داره. بله. و حتی بر از اونها توصیه میشه که با اونکه شما هیچ شکایتی ندارین در عمو محوری که در سرطانی که در فامیل شما ارثیت هست، شما چکاپ در عمو محور انجام بدین. پس بنابراین در کشورهای پیشرفته دنیا بر هم از اینها فرمول و ساختار وجود داره. هیچ دکتری نمیتونه بدون کدام دلیل معجه برای مریض معایناتی را توصیه بکنه که اونا هیچ کمکی برای مریض کردن نمیتونه. بسیار عالی، تشکر میکنم دکتر صاحب. مطمئن هستم که بیننده هم بعد از این فهمیدن که هدف از چکاپ چی هست و اگر ضرورت به چکاپ باشه باید چه موضوعاتی را در نظر بگیرن و بعد از او برن پیش دکتر صاحب مراجعه بکنن تا اینکه از صحت و سلامتی خودشان بیشتر آگاهی پیدا بکنن.